سلام و درود بر هموطنان عزیزم. سرانجام انتظار به سر رسید و خانم دکتر شینا انصاری در هیئت دولت 14 به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شد. شینا انصاری چند ویژگی داره که فعالان و متخصصان حوزه محیط زیست برایشون نقاط امید بخشیه. حتما در جریان هستید که تقریبا 2500 نفر از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین متخصصان و کنشگران محیط زیستی در یک کارزار بزرگ از رئیس جمهور خواسته بودند که یک بار هم که شده به بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست اعتماد بکنه و اجازه بده که این بار 12 رئیس سازمان محیط زیست از دل سازمان حفاظت محیط زیست معرفی بشه. خب شینا انصاری کسیه که از سربازی تا سرلشکری رو در سازمان حفاظت محیط زیست گذرونده، از بدنه سازمان هست و نیروی کارآمدی هم بوده در هر جایی که خدمت کرده. نکته مهم دوم اینه که شینا انصاری از دل کمیته انتخاب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در اومد. از بین 8 گزینه‌ای که به رئیس جمهور معرفی شدن، بالاترین امتیاز رو داشت و در بین 25 کمیته‌ای که شکل گرفت برای انتخاب وزرا و معاونین رئیس جمهور، فکر میکنم یکی دو تا از کمیته ها بیشتر نیست که انتخاب اول مسعود پزشکیان هم بوده در بین 19 وزیر. اونطوری که آقای ظریف گزارش کرد، فقط 10 تاشون انتخاب های درون کمیته بودن که بین انتخاب اول تا پنجم بودن. پس بنابراین از این نظرم باید تبریک گفت که به هر حال مسعود پزشکیان به نظر کارشناسی در واقع اعضای کمیته محیط زیست انتخاب رئیس سازمان محیط زیست احترام گذاشته. امیدوارم که توی شرایطی که معمولا دولت‌ها در ایران خیلی با سازمان حفاظت محیط زیست میونه خوبی ندارن، سازمان حفاظت محیط زیست رو موی دماغ توسعه می‌بینن و همیشه سعی میکنن با کاهش شدید بودجه و امکانات سازمان این سازمان رو به گوشه رینگ ببرن، بتونه دوام بیاره، بتونه ترس دولت مردان رو از محیط زیست کاهش بده، نشون بده که دوست واقعی توسعه در واقع محیط زیسته و اگر ما به محیط زیست سزاوارانه بپردازیم میتونیم به پایداری واقعی در اقتصاد و رفاه مردم هم برسیم. اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این کشور بیشترین هزینه رو داره بر دوش ملت میذاره، این اتفاق خوبی نیست و نشون دهنده اینه که دستگاه‌هایی که وظیفه سلامت رو بر عهده دارن، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، نتونستن به وظایف خودشون به درستی عمل بکنن. امیدوارم شینا انصاری بتونه کشور رو به سمت بلفل کردن پتانسیل های بالقوه سوق بده که ما را از اقتصادی به شدت آب محور دور بکنه. ما باید بریم سراغ استحصال انرژی خورشیدی، انرژی بادی، زمین گرمایی و جذر مدی تا بتونیم ناترازی انرژی خودمون رو تامین بکنیم، جبران بکنیم، مجبور نباشیم به سوزوندن مازوت، مصرف آب رو کاهش بدیم، ناترازی آبخان هامون رو کاهش بدیم. به جای استقرار کلکسیونی از صنایع آببر و انرژی بر در مرکز ایران و به وجود آوردن این مشکل بزرگ برای اصفهان و یزد، باید تلاش بکنیم تا زیرساخت‌های توسعه‌ای، جذابیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی و توریسم سلامت رو ارتقا بدیم. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان مادر و راهبردی و یک سازمان نظارتی پرقدرت میتونه جهت‌دهی توسعه رو به این سمت‌ها هدایت بکنه. بیشتر از همه امیدوارم که شینا انصاری به عنوان یک زن و در کنار خانم فرزانه مالواجر عملکرد درخشانی از خودشون به یادگار بذارن تا در کابینه بعدی تعداد زنهایی که پست وزارت و معاونت رئیس جمهور رو بر عهده میگیرن زیاد بشه. باور من اینه که یکی از شاخصهای توسعه یافتگی اینه که زنان سهم بیشتری در مدیریت‌های ارشد کشور
بر عهده داشته باشند و هر چقدر که در جامعه زنان مسئولیت های بزرگتری بر عهده داشته باشند، اون جامعه امتر، پرنشادتر و سالمتر خواهد بود. به امید روزهای بهتر برای طبیعت وطنی که دوستش دارم و دوستش داریم.